بانم و یادی خدا، بمب خبری در فرانسه، پپ گاردیولا و ژاوی هرناندز روی نمکت باشگاه پی اس جی، تیتری منحصر به فردی عکیب، مسی چگوارای بارسلونا. در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما را سابسکرایب کنید. باید آی ویب سایت لیتین سپورت، رئیس قطری باشگاه پی اس جی قصارت در تابستان سال 2021 پپ گاردیولا را به جای توماس توخل سرمربی این تیم منصوب کرده و ژاوی را دستیار او بسازد. ویب سایت فرانسوی لیتین سپورت با انتشار خبری اختصاصی مدعی شد که ناصر الخلیفی رئیس قطری باشگاه پارسن جرمن و مالکین قطری این باشگاه قصارند در تابستان سال 2021 سکان هدایت تیمشان را به پپ گاردیولا و ژاوی بسپارند. بر این اساس پپ گاردیولا به عنوان سرمربی باشگاه پی اس جی و ژاوی هرناندز به عنوان دستیار او فعالیت خواهند کرد. مالکین باشگاه پی اس جی تاریخ تابستان 2021 را از آن جهت انتخاب کردند چرا که قرارداد سرمربی فعلیشان توماس توخل آلمانی و همچنین قرارداد پپ گاردیولا با منچستر سیتی تا آن تاریخ به پایان خواهد رسید. البته پپ گاردیولا ممکن است از تابستان امسال از منچستر سیتی جدا شود چرا که این تیم انگلیسی از سوی یوفا به مدت دو فصل از حضور در رقابت‌های اروپایی منع شده و باشگاه منچستر سیتی منتظر حکم فرجام‌خواهی‌اش از دادگاه عالی ورزش می‌باشد. در نتیجه این امکان وجود دارد که گواردیولا از تابستان همین امسال روی نیمکت پی اس جی بنشیند. در این شرایط توماس توخل در ماه‌های آینده روی یکی از داغ‌ترین نیمکت‌های دنیا خواهند نشست. باید افزود که این وبسایت فرانسوی مدعی است در صورت که گواردیولا خود در پایان فصل جاری خواهان ترک منچستر سیتی باشد، مالکین این باشگاه انگلیسی با این موضوع موافقت می کنند. نشریه لیتن اسپورت حتی مدعی شد که در صورت خروج گواردیولا از منچستر سیتی، مدیران این باشگاه گزینه اصلی جانشین او را پاتریک ویرا انتخاب کردند. در همین حال بعد از انتشار بیانیه لیونل میسی درباره کاهش دستمزدهای بازیکنان بارسلونا به خاطر ویروس کرونا، روزنامه فرانسوی اکیپ در صفحه اول خود لیونل میسی را به چگوارا تشبیه کرده است. لیونل میسی ابرستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا دیروز با انتشار بیانیه در شبکه‌های اجتماعی هم به حرف و حدیث‌ها نسبت به بازیکنان بارسلونا با مسائل مالی پاسخ داده و هم از هیئت مدیره باشگاه بارسلونا انتقاد کرده و در نهایت اعلام کرده که ستاره‌های بارسلونا قصد دارند تا 70% از دستمزد خود را برای کمک به بارسلونا در مواجهه با بحران کرونا دریافت نکنند. پیش از این در حالی که تعداد زیادی از ستاره‌های دنیای فوتبال اعلام کرده بودند که چون می‌دانند باشگاه‌هایشان در بحران ناشی از ویروس کرونا و تعطیلی مسابقات از نظر مالی دچار مشکلات شدید هستند، برای کمک به باشگاه‌ها بخشی از دستمزد خود را دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه تا دیروز چنین خبری از اردوی بازیکنان بارسلونا شنیده نمی‌شد، شایعات زیادی درباره آنها مطرح بود و بارسایی‌ها در بسیاری از موارد به عنوان ستاره‌های خودخواه و علاقمند به پول معرفی شده بودند. اما امروز میسی با انتشار یک بیانیه در اینستاگرام خود هم به این انتقادات‌ها پاسخ داده و هم خودش انتقاد شدیدی از هیئت مدیره باشگاه به عمل آورده و گفته که مدیران بارسلونا در حالی که بازیکنانشان قصد داشتند خود به خود اعلام کنند که از بخش عمده دستمزدهای خود خواهند گذشت، در این مدت آنها را تحت فشار گذاشته که دست به چنین کاری بزنند. میسی میگوید فشاری که اصلا لازم نبود. در میان واکنش هایی که دنیای فوتبال به انتشار بیانیه لیونل میسی و خبر دادن از موافقت بازیکنان بارسلونا با کاهش 70% دستمزدشان داشته، واکنش روزنامه فرانسوی اکیب خاص و منحصر به فرد بوده است. نشریه اکیب در شماره اخیر خود عکس روی جلدش را به تصویری اختصاص داده که تصویری مشهور چگواریای انقلابی آرژانتینی دیده می شود و تصویری که حالا در دنیا به یک شمایل تبدیل شده است. اما حالا در این تصویر قالب چهره از لیونل میسی دیده می شود. نشریه اکیب همچنین از تیتر لیونل میسی چگوارای بارسلونا استفاده کرده و از لیونل میسی تمجید ویژه‌ای کرده است. نظر شما در مورد این دو خبری مهم ورزشی چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.